طلا رکورد شکست، دلار به بیشترین رقم در 19 ماه گذشته رسید. دلیل این افزایش چیست و بورس در این میان چه نقشی بازی می‌کند؟ با یک کارشناس اقتصادی و یک استاد اقتصاد در این باره گفتگو خواهیم کرد. همچنین در 60 دقیقه امشب حمله مرگبار داعش به یک بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در کابل. دست کم 16 زن و کودک کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. جایی که مثلا زیاد آب زیاد ارتفاع آب زیاد بوده، آب اینجا آب که بسیار جمع بوده، شلیک کرده بوده و اینا رو به زود تله کرده بوده. دو روایت متفاوت از مرگ شهروندان افغانستان در مرز ایران. تهران تکذیب می کند. جان به در بردگان اما میگویند مرزبانان آنها را به هریرود انداختند. The coronavirus pandemic has caused governments to seal their borders. و گفتگو با بازیگر ایرانی بریتانیایی که عضو کمپین حقوق بشر ایران است. نازنین بنیادی از نگرانیش درباره وضعیت زندانیان همزمان با شیوع کرونا میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. رفتار بازار سرمایه در ایران در چند روز گذشته رفتار عجیبی بوده. یک روز بازار بورس رشد نجومی میکند و رکورد میزند، روز بعد قیمت خود رو. حالا نوبت به قیمت طلا رسیده که رکورد شکسته. امروز هر سکه بهار آزادی در بازار به 7,200,000 تومان رسید. همزمان با طلا نرخ ارز هم در هفته‌های گذشته در ایران بالا رفته و امروز هر دلار آمریکا در بازار تهران 17,000 تومان فروخته شد که بالاترین رقم از پاییز 97 است. اگر نگاهی به قیمت دلار بیاندازیم، می‌بینیم که پس از خروج آمریکا از برجام، روند بالا رفتن قیمت دلار آغاز شد و در مهر ماه 98 به بالای 18,000 تومان رسید. پس از اعتراضات آبان 98 بار دیگر قیمت دلار بالا رفت و تنش میان ایران و آمریکا باعث شد که روند افزایش قیمت ارزهای خارجی ادامه پیدا کند تا امروز که به بالای 17,000 تومان رسید. اما دلار تا کجا بالا می رود؟ طلا چطور؟ در بازارهای مالی اقتصاد تحریم زده و غیر مولد ایران چه می گذرد؟ برای گفتگو در این باره امشب دو مهمان داریم. فریدون خاوند، استاد پیشین اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از همین شهر به ما پیوسته و همچنین علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای خاوند، با شما شروع بکنیم. دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟ این بالا رفتن قیمت دلار تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ ببینید، ما در شرایط یک اقتصادی هستیم که پیش از بحران اخیر بهداشتی دچار ضعف و بحران شدید بود، به دلایلی که میدونیم و به خصوص مسائل مربوط به تحریم، ولی گذشته از اون مسائل بنیادی اقتصاد ایران و سیاستگذاری ایران هم دخالت داشتن و در حال حاضر بحران کرونا هم به اون اضافه شده. اون چیزی که در شرایط فعلی بیش از همه بر بازارها فشار میاره رشد شدید نقدینگی است که سابقه طولانی داره در اقتصاد ایران. بعد از استقرار جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در طول سالهای 1157 تا 1198 9200 برابر شده، یعنی از 250 میلیارد دلار به 2300 میلیارد دلار رسیده و در حال حاضر هم به گفته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هر روز 1200 میلیارد تومان نقدینگی وارد اقتصاد ایران میشه. این حجم عظیم نقدینگی از بازاری به بازار دیگر میرود. ما بازار سهام رو داریم، در کنار اون بازارهای موازی دیگری مثل بازار پول است، بازار ارز هست، بازار طلا هست، بازار مسکن هست، حتی بازار خودرو هست و این نقدینگی بر حسب شرایط از بازاری به بازار دیگر منتقل میشه. عمده نقدینگی در طی 2 سال گذشته و به خصوص طی چند ماه اخیر وارد بازار سهام شده، ولی با وضعیتی که به وجود آمده بر حسب انتظارات تورمی از وضعیت موجود، با توجه به اینکه بودجه سال 1199 به شدت کسری داره و بخش بسیار بزرگی از این کسری از راه چاپ پول و افزایش نقدینگی تأمین میشه، این تورم بالا میره و با توجه به افزایش
انتظارات تورمی، همونطور که عرض کردم، مردم برای حفظ دارایی های خودشون میخوان مثلا از یک بازار میرن به یک بازار دیگه، و وضعیتی که ما در حال حاضر شاهدش هستیم و اخیراً به بازار طلا و چه چند روز اخیر به بازار طلا و بازار ارز هم رسیده، عمدتاً ناشی از این پدیده است. آقای صلواتی، چقدر بانک مرکزی رو میشه، بانک مرکزی و سیاست‌های مالی اون در هفته‌های اخیر رو میشه مقصر دونست؟ تقریبا میتونم بگم که یکی از معدود جاهایی که در دولت به غایت ضعیف دوم جناب آقای روحانی در مورد دلار خوب عمل کرده، دولت آقای قسمت بانک مرکزی بوده. آقای همتی اجازه دادن که دلار خودش رو با تورم اصلاح بکنه قیمتش رو، و از ذخیره شدن انرژی بیش از حد در نرخ دلار که در سالهای گذشته همیشه ما شاهد اون بودیم، این بار جلوگیری کردن. من فکر میکنم این که اجازه دادن که قیمت دلار مرتب خودش رو تصحیح بکنه، یکی از معدود نقاط قوت این دولت دوم آقای روحانیه. آقای خاوند، از دلار اگر بگذاریم، بحث قیمت طلا و سکه هست. آیا فکر میکنید علت افزایش قیمت طلا در ایران افزایش قیمت جهانی طلا است، یا اینکه عوامل داخلی هم دخیله؟ بدون تردید افزایش قیمت طلا در سطح جهانی با توجه به فروریزی بسیاری از اقتصادها و مسائلی که بحران عظیم بهداشتی کنونی به وجود آمده، بر نرخ طلا در ایران هم تأثیر میگذاره. ولی وضعیتی که در ایران پیش آمده و به خصوص جهش هایی که میبینیم در مورد نرخ طلا، عمدتاً به نظر من از وضعیت داخلی ایران تأثیر میپذیره، در شرایطی که همونطور که عرض کردم مردم مرتباً به دنبال این هستند که پسندازهاشون رو نجات بدن، به بازار طلا هم رو میارن. ولی این نکته رو حضورتون عرض کنم که هم بازار ارز و هم بازار طلا به دلایل امنیتی مسائلی دارند که پسنداز کنندگان از لحاظ دسترسی به اینها با مشکلاتی روبرو هستند، و این یکی از عواملی است که به خصوص به طرف بازار ارز رفتن رو در حال حاضر ترجیح میدن، به خصوص از این نظر که بازار مسکن هم هرچند قیمت مسکن به شدت بالا رفته ولی رونق چندانی نداره. آقای صلواتی، نقش بازار بورس رو چطور میبینید در این بالا و پایین‌های بازار سرمایه در ایران؟ برای اینکه امروز شاهد این بودیم که برخلاف روزهای گذشته کمی نزول کرد. ببینید، این طبیعت اون بازار هستش. من ابتدا اجازه میخوام که تو دو نکته با استاد خودم یکم مخالفت داشته باشم. اونجایی که فرمودن که از بعد انقلاب این افزایش نقدینگی افزایش پیدا کرده، در صورتی که از موقعی که سیاستمداران حرفای اقتصاددانان رو گوش ندادن این اتفاق افتاد، یعنی از اوایل دهه 50 وقتی که ما با جهش افزایش قیمت نفت روبرو بودیم، از همون موقع سیاستمدارا فکر کردن که میتونن حرف اقتصاددانان رو گوش ندن و افزایش نقدینگی در همون اوایل دهه 50 تا سال 57 معدلش بالاتر از معدل همین 40 سال بوده، و این نشون میده که وقتی که درآمدهای سرشار نفتی رو شما داشته باشید و به حرف اقتصاددان‌ها توجهی نداشته باشید، این اتفاقات لاجرم هستند. ولی در مورد من جهشی در قیمت دلار، در قیمت سکه و طلا هم نمی‌بینم. با همون اصلاحی که دلار مقدار 500-600 تومان رفته بالا، همون مقدار اونس طلا رو اگه ضرب در دلار بکنید می‌بینید دقیقاً به همون نسبت رفته بالا. ولی در مورد بورس کاملا موضوع متفاوته. من مقالات به صورت مرتب هفتگی در ایندیپندنت داشتم، همون موقعی که تقریبا 1/5 بوده شاخص، کمتر از 200,000 بودش، و با توجه به محاسبات کاملا عددی، یعنی در نظر گرفتن حجم نقدینگی
و در نظر گرفتن نسبت P بر روی E، یعنی قیمتشون بر روی میزان درآمدشون، با جهش قیمت دلار کم کم این اصلاح رفتش در وارد بورس شد. شاخص بورس یک روند رو به رشدی رو در سال گذشته داشته. دقیقاً بر اساس همون محاسبات، خوبی حرفای ما اینه که حرفای ما ثبت و ضبط هستش. همون موقع که در زمان قیمت دلار 18 تومانی 19 تومانی بعضیا پیشنهاد می‌کردن که همه برن دلار بخرن، قیمت دلار، من اون موقع گفتم که حبابی، قیمت دلار اصلاح شدش و امروز بعد از اینکه شاخص بورس 5 برابر شده، قیمت دلار هنوز به قیمت اون تشنجات بزرگ دلاری خودش نرسیده. و این نشون میده که شما وقتی ماشین حساب رو بذارید جلوی خودتون و متعهد به اخلاق حرفه‌ای در مسئله کارشناسی خودتون باشید، به نتایج میرسید که قبلا هم پیش بینی کرده بود. آقای خاوند، این رشد آیا میتونه به طور موازی در همه این بازارها همزمان ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، در مورد بازار سهام مسئله مهم این هست که اصولا در تمام دنیا باید بین بازار سهام و اقتصاد واقعی نوعی توازن و تعادل در کار باشه. وقتی که بازار سهام در حال رشد و شکوفایی هست، این نشون دهنده اینه که این اقتصاد تولید ناخالص داخلیش در سطح بالایی، تورمش زیر کنترل هست، روابط وضعیت ژئوپلیتیکش وضعیت عالی هست، نرخ بیکاریش پایین میره. در مورد ایران، اولا جهش نرخ بورس، جهش شاخص نرخ بورس تیگه دو سه سال اخیر خیلی خیلی سریعتر از جهش های پولی و قیمت طلا بوده. ما سال 97 رشد شاخص بورس در ایران 86% بود، سال 98 187% بود. در سال جاری از 5 روزه اول سال که بورس بسته بود تا به امروز بیش از 100% بورس تهران جهش داشته. این یک، به نظر من یک جهش حبابی هست و به هیچ ارتباطی وجود نداره بین وضعیت واقعی اقتصاد ایران، کشوری که نرخ رشدش دو سال پیش سقوط کرده، از 98 سقوط کرده، 99 سقوط کرده، در سال جاری هم 97 98 و در سال جاری 99 هم باز 6% سقوط میکنه. وضعیت بیکاریش در حدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه در سال جاری بین 2.2 تا بالای 6 میلیون نفر به جمعیت بیکاری کشور اضافه میشه. وضعیت نفت در حال سقوط، کشور نمیتونه نفت صادر کنه. در وضعیت فعلی این جهش عظیم خیلی خیلی شگفت‌آور است و به نظر من به هیچ وجه حالت طبیعی نداره، به خصوص از این لحاظ که 60% این جهش متعلق به شرکت‌هایی است، شرکت‌های پتروشیمی هستند، شرکت‌های فرآورده‌های نفتی هستند، فلزات هستند. این شرکت‌هایی که اصولاً در بازار جهانی در حال حاضر در وضعیت خوبی نیستند، قیمت نفت پایین می‌ریزه و پا به پای قیمت نفت فرآورده‌های نفتی هم کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین این یک حبابی است که بر اساس پیش‌بینی نه فقط من، بسیاری از اقتصاددانان درون کشور وضعیت خطرناکی رو برای بخش بزرگی از پسنداز کنندگان کشور به وجود آورد. آقای سرواتی، شما هم فکر میکنید که رشد بازار بورس در ایران حبابه؟ حباب معنیش چیه؟ وقتی ما شاخص حباب یعنی میترکه دیگه. حباب ویژگیش اینه که میترکه از یه جایی به بعد و به صورت مصنوعی بزرگ شده، یعنی قیمت واقعی نیستش دیگه. یک زبانی مثلا برمیگرده، آقای خاوند مثلا گفته بودن اینا، این نکاتی که من عرض میکنم و خیلی دوست دارم که تاکید بکنم، برای اینکه ما در مورد ماها صحبت میکنیم نه در مورد سالها. مثلا جناب آقای خاوند فرمودن که این شاخص 350,000 تا منطقی هستش و اقتصاددانان داخل کشور، که من نمیدونم کدوم یکی از اقتصاددانان این حرفو زدن، میگن که 350,000 تا و نزدیک 750,000 تا اینجا حباب هستش. من مطمئن هستم که شاخص بورس الان به حد بسیار زیادی اشباع شده و یک اصلاح در حدود 10 حد اکثر 15% حتما خواهد داشت و این طبیعیه. یعنی من مثلا الان اگه ما بخوام
منتظر سقوط باشیم. شما فکر کنید که مثلا 2 سال پیش ما میگفتیم شاخص بورس لندن حبابیه، برای اینکه امروز الان ریخته ما بگیم که خب دیدید که ما اون موقع میگفتیم حبابه. تمام بازارهای دنیا، تمام بازارهای دنیا یک روزی میریزن. مسئله اینه که اون تصحیح آیا برمیگرد روی تصحیحی که مثلا جناب آقای خاوند من در همین برنامه شما با تشریف داشتن، افتخار حضور داشتن خدمتشون و نزدیک زیر 200,000 تا بودش و فکر میکردن که حبابیه، امروز به 1,000,000 رسیدیم، بازم فکر میکنن حبابیه. من الان دارم عرض میکنم که علت این که بورس تهران، من همیشه خدمت بینندگان شما بودم و گفتم بورس تهران یک ترکیب از کلمه بورس و تهران نیستش، خاصیت‌های خاص خودش رو داره. چرا؟ همونطوری که جناب آقای خاوندم فرمودن، وزن پتروشیمیا اونجا خیلی بالاست و زمانی که دلار تونست جهش پیدا بکنه، خیلی از صنایع ما که وزنشون استثناءن در کل اقتصاد کشور در حدود 600 میلیارد دلار اقتصاد کشور انقدر نیست که در بورس تهران هست، اینا تونستن خیلی صادرات بهتری داشته باشن. ولی بله، درست میفرمایند، اخیراً وضعیت نفتی بسیار بسیار نامناسب هستش و این رو در گزارش شهریور ماه شرکت ها خواهیم دید و اون موقع هستش که من الان دارم عرض میکنم که باید منتظر تصحیح شاخص باشیم، به خاطر اینکه همونطور که جناب آقای خاوند فرمودن احتمالاً بسیاری از پتروشیمی ها وضعیت مناسبی نخواهند داشت. بسیار عالی. آقای خاوند، جمع‌بندی نهاییتون لطفا. من برای اقتصاد ایران در سال 1399 به شدت نگرانم و به خصوص با این مسئله که شاید به دلیل سقوط شدید قدرت خرید مردم تا اندازه‌ای بشه نرخ تورم رو کنترل کرد به خاطر فروریزی تقاضا، ولی اون چیزی که بیش از همه نگرانی به وجود میاره افزایش بیکاریه و این افزایش بیکاری البته در دنیا هم هست به دلایل گوناگونی که همونطور که عرض کردم که بحران بهداشتی عمده اون هست، ولی در ایران علاوه بر این بحران مسائل درونی اقتصاد ایران هست که به هیچ وجه حل نشده و روز به روز وضعیت نگرانی آورتر میشه. متشکرم از هر دوی شما، فریدون خاوند استاد پیشین اقتصاد و علیرضا صلواتی کارشناس اقتصاد سیاسی با ما. پس از چند ماه آرامش نسبی در ننگرهار افغانستان، بار دیگر یک حمله انتحاری جان دست کم 24 نفر را گرفت و 10 نفر را زخمی کرد. در حمله به مراسم خاکسپاری یک فرمانده پلیس محلی، یک عضو شورای ولایتی هم کشته شد. تا کنون نه گروه طالبان و نه گروه دیگری مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. همزمان در حمله گروه داعش به یک بیمارستان در کابل دست کم 16 نفر کشته و 16 نفر هم زخمی شدند. در شرایطی که بسیاری از مردم افغانستان چشم امید به مذاکرات صلح طالبان و آمریکا بستند، حتی در بیمارستان ها هم امنیت ندارند. چقدر می شود بین داعش و طالبان تفاوت قائل شد؟ اساسا این گفتگوها می تواند آرامش را به افغانستان برگرداند؟ بیشتر در این باره گفتگو می کنیم. اول گزارشی ببینیم از علی حسینی. متولد روزهای جنگ است و زندگیش با همسایگی با مرگ آغاز شده. به جای رفتن به گهوارش به شفاخانه برده می شود. این هم نوزاد دیگری. نیروهای امنیتی بیش از 4 ساعت با 3 مهاجم در داخل شفاخانه در جنگ بودند و در بیرون از شفاخانه اندوه و اضطراب از دست دادن نزدیکان. از خودت چی از داخل زخمی شد؟ خانم هست. خانم هست؟ خانم هست. وان زدن ما زنجا کرد زن دمی کمرش خورده بود، طفل بود، شیر خورده بود، کلی زده بود. 3 تا انتحاری سک، 3 تا که ما چشم خود دیدیم، 3 تا، 2 تایش از این دروازه رفت، 1ش از این دروازه رفت. نیروهای امنیتی توانستند 10 زن، کودک و نوزاد را نجات دهند، از جمله این نوزاد را. متاسفانه که طفل معصومی را که شما می‌بینید قنداقش هم مرد خورده و این خون را می‌بینید. خوشبختانه که در جان خود از طفل معصوم یک روزه است اصابت نکرده و فعلاً وضعیت سیش خوب است. طالبان گفتند حمله کار آنها نبوده. دولت اما می‌گوید آنها را مسئول این حمله می‌داند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در واکنش به حمله امروز از طالبان خواست راه صلح را در پیش بگیرند. همزمان اما دستور داد نیروهای امنیتی از حالت دفاعی خارج شده و موضع تهاجمی بگیرند. دفاع دهوادوالو عوامت تاسیسات و ده امنیت او خوندیتو برای دفاع از کشور، امنیت تأسیسات عامه و جلوگیری از حملات طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به نیروهای امنیتی و نظامی دستور می‌دهم که از حالت دفاعی خارج شده و حالت تهاجمی بگیرند. حمله امروز برای بسیاری از افغان‌ها که سال‌ها در جنگ زندگی کردند بی‌پیشینه بوده. حمله به محل نوزادان یکی دو روزه، پرستاران و زنان بی‌دفاع. مرگ امروز از گهواره تا گور گریبان بیش از 40 افغان را گرفت. در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار، حمله کننده انتحاری پیاده خود را به مراسم خاکسپاری یک فرمانده پلیس محلی رساند و مواد همراهش را انفجار داد. دست کم 24 نفر جان دادند و نزدیک به 70 نفر زخمی شدند. گفته شده احتمالاً تعداد کشته ها بیشتر باشد. در این تشییع جنازه هزاران نفر شرکت کرده بودند. یک فرد انتحاری مواد انفجاریش را در میان جمعیت انفجار داد. افراد زیاد شهید و زخمی شدند. در شمال افغانستان هم حمله هوایی نیروهای امنیتی خشم باشندگان ولسوالی بلخ را برانگیخت. معترضین میگویند در این حمله 10 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اما میگوید در این حمله 17 عضو گروه طالبان کشته شدند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. حفیظ الله جلیلی عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ماست. آقای جلیلی خوش آمدید به برنامه. آقای غنی دستور دادند که موضع نیروهای امنیتی از دفاع فعال به حالت تهاجمی تغییر بکنه. آیا این به این معنیه که آقای غنی چندان امیدوار به موفقیت روند صلح نیستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما طوری که میبینین همه آگاه هستن، مدت یکونیم ماه هست که گفتگوهای صلح یکونیم ماه یا دو ماه میشه که گفتگوهای صلح روان هستن. متاسفانه ما و شما دیدیم که توافقنامه طالبا با امریکا امضا کردن. بعد از امضای توافقنامه حملات طالبان گسترده‌تر و زیادتر شدن. به او خاطر ما فکر میکنم که آقای غنی تصمیم خود را یک بار دیگر تغییر دادن و خواستن که حداقل این بار از سنگرهای دفاعی و تهاجمی اینا روی بیارن. این یعنی چی؟ یعنی قرار نیروهای امنیتی از این به بعد چطور رفتار بکنن؟ خب شما دیدین که قبلا گفتم نیروهای دفاعی، نیروهای وزارت دفاع ملی افغانستان از سنگرهای جنگ فقط در حالت دفاعی بودند و حالا اینها تصمیم گرفتن که حداقل در بعض مناطق که جنگ شدت گرفتن و طالبان رحم به کودک و پیر و جوان نمیکنن، اینا باید حمله ور شون. آقای جلیلی، با وجود اینکه طالبان تاکید کرده که مسئول حملات امروز نیست، اما دولت کماکان تاکید داره که کار طالبانه. فکر کنید علت چیه؟ یا دولت داره تلاش میکنه که از این وضعیت به نفع خودش استفاده کنه؟ نه، فکر نمیکنم که اگر طالبان این موضوع رو رد کردن شاید هم طالبان نباشن. هر حمله که طالبان تا امروز کردن یا هجوم بردن اینا گفتن که ما کردیم. ما فکر میکنم که این برگرفته حمله امروزی که در شهر کابل در یک از شفاخانه های ملکی صورت گرفته، اینا برگرفته از دو فرد برجسته داعش که یک ماه قبل رهبر خراسان دستگیر شد،
و دو روز قبل یک رهبری که در سطح منطقه بودن اونا رو دستگیر کردن. ما فکر میکنم که این دو سه حمله امروز، یکی در ننگرهار که در مجلس تشییع جنازه به وقوع پیوست، افغانای ما را پیر و جوان را به خاک خون کشیدن، و حمله امروزی که در شفاخانه ملکی دشت برچی در یکی از شفاخانه هایی که زایشگاه بودن ولادی نسایی بودن اونجا به وقوع پیوست. این ما فکر میکنم برگرفته از گرفتاری همی دو نفر رهبرای داعش خواهد بودن. آقای جلیلی، چقدر اصلا میشه تفاوت قائل شد بین طالبان و داعش؟ این نگرانی وجود داره که اعضای از طالبان که مخالف مذاکرات صلح هستند به راحتی به داعش بپیوندند. چه تأثیری بر صلح داره این مذاکرات؟ خب شما دیدین که آقای خلیلزاد تقریبا 6 ماه است که اینا در کشور قطر که مرکز طالبان همونجا هستن، رفت و آمدشان هستن و گفتگوها را سر دادن و کوشش کردن که تا گفتگوه های بین افغانی بین طالبان افغان و دولت اسلامی افغانستان صورت بگیره. و ما شاهد از این هستیم که در افغانستان فعلا داعش سرکوب شده و داعش دیگه جایگاه خود را مثل که 5 سال یا 4 سال قبل بود او چیزی نداره. و انشالله ما اطمینان میتونم مردم افغانستان را که جایگاه داعش دیگه در افغانستان نیست. با گرفتن اینمی دو فرد مهم از اینا که رهبری داعش را اینا میکردن، با گرفتن اینا ما فکر نمیکنم که جایگاه داعش دیگه در افغانستان بوده باشه. متشکرم حفیظ الله جلیلی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بخیر، سلامت باشید. سخنگوی وزارت خارجه ایران دست داشتن نیروی انتظامی در مرگ شهروندان افغانستان در مرز دو کشور را تکذیب کرده. پیشتر گزارش شده بود که مرزبانان ایران مهاجران افغان را دستگیر کردند و به رودخانه هریرود انداختند. علی حمیدانی در گزارشش میگوید جان به در بردگان این حادثه و خانواده قربانیان دولت ایران را به دروغگویی متهم می‌کنند و روایت متفاوتی از آنچه بر سر این مسافران آمده ارائه می‌دهند. از جان خودشون، از مال خودشون، از خانواده خودشون گذشتن و اینجا در حقیقت دارن جانفشانی میکنن. تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد. این تلویزیون ایران که از سختکاری سربازان مرزی این کشور با افغانستان میگوید در ماه رمضان تلاشی تبلیغاتی شاید در پاسخ به موج گسترده انتقاد شهروندان هر دو کشور درباره گزارش‌ها از اینکه مرزبانان ایران مسافران افغان را به رودخانه انداختند. در این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بدن بیجان 4 نفر از این مسافران دیده می‌شود. هیئت حقیقت‌یاب افغان شمار کشته شدگان را 10 نفر اعلام کرده و گفته 15 نفر ناپدیدند. بقیه را غواصان در هریرود پیدا کردند. شمار دقیق مسافران که قصد داشتند به کمک قاچاقبر وارد ایران شوند معلوم نیست. بازماندگان میگویند 57 نفر. هیئت تحقیق دولت افغانستان میگوید 46 نفر. این مسافران را 5 شنبه 11 اردیبهشت پس از عبور از مرز ایران پاسگاه مرزی جنت آباد در استان خراسان رضوی دستگیر کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی مفصلی که در وبسایت وزارتخانه منتشر شده از اساس منکر هر گونه درگیری یا دستگیری اتباع افغانستان آن شب از سوی نیروهای مرزی ایران می شود. او گفته هیچ گونه عبور و مروری از این مرز در آن شب ثبت نشده. شواهد اما چیز دیگری می گوید. ادریس 18 ساله برای تامین مخارج عروسیش عازم ایران بود، همراه با جلیل احمد 16 ساله و ایدی محمد 22 ساله، دو برادر جوان. تصاویر بدنهای بی جان این دو را که از آب گرفته شده خانواده آنها در اختیار بی بی سی گذاشته. روایت ساعت‌های آخر مرگشان تکان دهنده است. دو برادری که پس از عبور از مرز دستگیر شده بودند به بیگاری گرفته می‌شوند تا پاسگاه را تمیز کنند. سپس به گفته شاهدان به آنها ماده شوینده می‌خورانند، دستانشان را می‌بندند و به آب پرت می‌کنند. جزئیات حادثه را جان به در بردگان به خانواده قربانیان اطلاع دادند. این صدای محمد آصف برادر این دو. ما طبق این شاهدای این تونجی بودن با ما اونا گزارش دادن، گفتم ما 54 تا بودم، اگه بیشتر بودن کمتر بودن دقیق نمیدونم چقدر بوده. خب اینا رفته بودن از خاک افغانستان که داخل شده به خاک ایران، اینا پاسگاه گرفته بودن بودن داخل پاسگاه
یک شب اونجا بودن، صبح هم اینا تور بسر اینا کار کردن و همو علف درویدن و نمیدونم پاسکال تمیز کردن. بعد اینا را بیاوردن سر مرد و ماشین آوردن لب او، یه جایی که مثلا زیاد آب زیاد ارتفاع آب زیاد بوده، آوردن اینجا آب که بسیار جمع بوده، شلیک کردن به زود تله کرده بوده. جلوتر هم که تو پاسکا بوده اینا خودشان گفتن که به بیل و با چوب و با این چیزا ما بسیار زده بود. دو تا از ما برادران بود، این دو تا از دو تا سرنا شکسته بوده، سرنا میده شده، سرنا بشکسته بوده. اینا رو زیاد لعت کوب میکنه، بعد از این میندازه داخل آب، تله میکنن به زور و به چوب و به بیل و این چیزا میزنن میندازه داخل آب. در میان اجساد کودکان کار هم هستند. محمد جان 14 ساله، یکی از آنها که بیخبر به ایران می رود. این صدای مادر او در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران که آرزوی مرگ مسببان را می کند. من همی ارزو دارم که این یک با کلی تو بچی رقم کلو تا دوام تا دختر دشم من همی ناکلی تا زلم قد بچی گج بکرده اینا باید. محمد به همراه پسر عمویش به ایران رفت که در مرز دستگیر، شکنجه و غرق می شود. جسد بیجان او را به تازگی از آب گرفتند. مادر محمد میگوید او قصد داشت پس از جمع کردن پول در ایران بازگردد و ازدواج کند. به دنبال این حوادث مرز میان دو کشور همچنان ناآرام است. این تصویری از کامیون‌های ایرانی که پس از عبور از مرز با افغانستان مورد حمله معترضان خشمگین قرار می‌گیرند و این تظاهرات روز گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران در هرات. حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تایید مرگ اتباع افغانستان گفته جزئیات این حادثه برای طرف ایرانی روشن نیست، چون نه در قلمرو ایران رخ داده و نه نیروهای ایرانی به گفته او در آن دخالت داشتند. اظهاراتی متناقض با آنچه جان به در بردگان و خانواده قربانیان روایت می‌کنند. علی همدانی، بی بی سی. زمانی که سازمان بهداشت جهانی سال 2020 امسال را به عنوان سال جهانی پرستار و ماما معرفی کرد، هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که این سال یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی پرستاران و کادر درمان و بهداشتی در سراسر جهان شود. سازمان بهداشت جهانی میگوید آمار دقیقی از مبتلایان و مرگ و میر در کادر درمان و بهداشت بر اثر ویروس کرونا وجود ندارد، اما آمار خبر از افزایش افسردگی و اختلال استرسی پس از حادثه در کادر درمانی دارد. استرس‌هایی که ریشه در کار طاقت فرسا و ترس از ابتلا به ویروس کرونا دارد. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. همه‌گیری که کادر درمان و بهداشت را در بسیاری از نقاط جهان غافلگیر کرد. امکانات محدود و خطر ابتلای بالا برای این قشر از جامعه که در خط مقدم نبرد با کرونا بودند، آنها را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده. شورای بین المللی پرستاران هفته گذشته اعلام کرد حداقل 90 هزار نفر از کادر درمان و بهداشت در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و با ادامه کمبود تجهیزات محافظتی در بیمارستان‌ها احتمالاً دو برابر این تعداد مبتلا خواهند شد. کوتاهی دولت‌ها و فقدان اطلاعات رسمی درباره میزان ابتلا و مرگ و میر کادر درمان و بهداشت یک رسوایی است. آنها عمق این فاجعه را دست کم گرفتند. در ایران، نصرالله فتحیان، مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا، هفته پیش اعلام کرد بیش از 100 نفر از اعضای کادر پزشکی و پرستاری ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اما آمار دقیق اعلام نشده و چندی پیش دبیر کل خانه پرستار این آمارها را کاملا امنیتی خواند. من خودم یک مادر هستم، بچه دارم، 23 روز بچه هامو ندیدم. کادر درمان و بهداشت به دلیل فشار زیاد کار و ندانسته های پزشکی درباره ویروس کرونا و همچنین ترس از مبتلا شدن به این بیماری و انتقال آن به خانواده هایشان در معرض استرس، افسردگی و اختلال استرسی پس از حادثه هستند. راه‌های متفاوتی هست برای کمک کردن به پرسنل درمانی و افرادی که درگیر هستند با نگهداری از بیماران کووید. از بخشی که مربوط به مسئولین است، خب قطعاً در اختیار داشتن تمام ابزارها و لباسهای حفاظتی و ماسکهایی که اینا لازم دارن برای که اولا بدونن که خودشون احتمال ابتلاشون بسیار پایین میده و اینکه به اون رو ببرن منزل. امنیت شغلی، امنیت مالی خیلی مهمه دیگه، اینکه اینا در حین اینکه
دارن شدیدترین کار رو انجام میدن، تحت بیشترین استرس شغلی هستن، بخوان نگران مسائل مالی هم باشن، خودش دیگه میشه قوز بالا قوز. بعضی پرستاران از به تعویق افتادن حقوقشان میگویند و بعضی ترس از بیکار شدن. وزارت بهداشت برای جبران کمبود نیرو قراردادهای 89 روزه برای جذب پرستار بست. حالا زمزمه هایی از بیکاری آنها پس از فروکش کردن بحران به گوش میرسد. چیزی که بیشتر باعث افسردگی میشه رفتار زشت مسئولین و همراهای بیماره و حقوق وحشتناک کمی که به ماها میدن. من خودم دیگه کار نمی کنم به خاطر اینکه هیچ حق و حقوقی به عنوان یک پرستار توی ایران ندارم. بیشتر از حد تحمل هر آدمی است. این میزان مرگ و میر و رنج آدم ها رو تحمل کردم و میتونه تروما ایجاد کنه توی افراد. اگه این مسائل الان حل نشه میتونه مزمن بشه و توانایی اون فرد رو در انجام کارش کاهش بده، کیفیت زندگیش رو کاهش بده و منجر به بدتر شدن وضعیت نه تنها روانی بلکه بیماری جسمی هم بشه. بنابراین کمک کردن روانی و در اختیار قرار دادن سرویس‌های روانپزشکی در این زمان بسیار مهم است برای این افراد. مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، گفته در بیمارستان‌های زیادی مراکز مشاوره برای این پرستاران ایجاد شده و آنها می‌توانند از مشاوره روانشناسی و روانپزشکی استفاده کنند. یه مرکز مشاوره برای افسردگی در نظر گرفته شده، اما میزان دسترسی و ایناش هیچ چیزی مشخص نیستش و معلوم نیستش که همکاران ما باید به کجا مراجعه کنن و راستش ما به شخصه نمیدونیم که باید به کجا مراجعه کنیم و یا اینکه اصلا تو بیمارستان مرکزی هستش یا تدابیری اندیشیده شده. تا الان که اطلاع رسانی در مورد برنامه انجام نشده. کادر بهداشت و درمان از نظافتچی‌ها در بیمارستان گرفته تا راننده‌های آمبولانس همه در معرض افسردگی و استرس هستند. بر اساس تحقیقی در اروپا، چین و آمریکا، نزدیک به 50% کادر بهداشت و درمان دچار افسردگی و استرس شدند. کسانی که با به خطر انداختن زندگی خود می‌کوشند زندگی دیگران را نجات دهند. آنایتا شمس، بی‌بی‌سی. همونطور که در گزارش آنایتا دیدیم، این روزها با شیوع ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان، همه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. در همین رابطه نیلوفر، پرستار ایرانی ساکن ونکوور، از شرایط کار و زندگی این روزهاش برای بی بی سی گفته و توضیح داده که چطور تونسته با وجود فشار زیاد کار، روحیه و انرژی همیشگیش رو حفظ کنه. یکی از سختی‌هایی که کار ما داره قسمت روحیشه. من خب مریضی داشتم که بسیار سرحال بوده، هفته بعدش اومدم دیدم فوت کرده به خاطر بیماری که مبتلا به کووید شده بود. کارهایی که توی بیمارستان و با مریضا در ارتباط هستین، دقتتون باید زیاد باشه و نمیتونین برین توی اون دنیایی برای خودتون ایجاد کنین و توی اون دنیا باشین. هستم، پرستارم و توی ونکوور کانادا ساکن هستم و بعد از یه مدتی که توی اورژانس کار میکردم تصمیم گرفتم که بیام بخشی که افراد سالمند هستن. شب قرار 12 ساعت کار باشم، شیفت دارم و مادم یه ساعتی با نیلا بزنیم بیرون، بریم، میخوایم بریم اون بالای کوه انرژی بگیریم تا آماده بشیم. ساعت 6:20 عصر، یه 20 دقیقه دیگه باید خونه بزنم بیرون. اینجا الان دارم یه شام و نهار دیگه نمیدونم، وقتی شیفتی کار میکنی خیلی وقتا نمیدونی الان این چیزی که داری میخوری شام، نهار، صبحونه است، ولی یه غذای سبکی میزنم که کتلت و سالاد و قهوه مونم آماده بشه که شب گرسنه‌مون نشه که بریم که کار کنیم 12 ساعت شیفت شب. Now we got pink mask. Liquid. Pink. Okay. Let's get ready. Go, go, go.
الان ساعت 11 شب، مریضا تقریبا خوابیدن و حالا باید بشینیم تمام چیزایی که دکترها نوشتن، تمام پرونده ها، همه چیزا چک کنیم برای صبح و تمام داروها رو، همه چیزا. دوستا مریضامون هم حالش بده که خب مدام اونا رو چک میکنیم. خب الان ساعت 3 شب، تمام که یه ساعتی بخوابم. خوشحالم از اینکه ماسک و این رکانه به چیزا در آوردم. فکر میکنم این 12 ساعت وقتی که مجبوریم ماسک و این چیزا رو بذاریم رو صورتمون، 24 ساعت میگذره. بیشتر آدم رو خسته میکنه به خاطر کمبود اکسیژن و حمل کردن چیز اضافی. خب خیلی ها عزیزاشون در حال فوت کردن، روز آخرشون رو نمیتونن کنارشون باشن، یا خیلی از مریضایی که آلزایمر دارن، فراموشی دارن، نمیتونن درست متوجه بشن که خب شرایط چیه. من مریضی دارم که هر روز گریه میکنه، با خانوادش صحبت میکنه، داد بیداد میکنه که باید بیان دنبالش که برن خونه. کلن میگم شرایط دوران کرونا برای همه سخته، برای کسی نیست که بگه آسونه. و خب امیدوارم که فقط زودتر بگذره و همه دوباره برگردن به زندگی نرمالشون. ساعت 7 شیفتمون تموم شده که از همکارا برام سوغاتی جدید آورد دیگه. هر دم از این باغ بری میرسد. این ماسکا رو که میذاریم گوشامون اذیت میکنه، اینو آورده که بزنیم گوشامون اذیت. بریم خونه بخوابیم. ساعت 6:30 صبح میرم که برای اولین شیفت روزمو شروع کنم. ساکن ناهارمه ابر ریحونای عزیز دل و نون و پنیر و یک عالمه چای. دیگه نزدیک آخره شیفت میشم، یه 1 ساعت دیگه مونده که شیفتم تموم بشه. الان فکر میکنم به چیزایی که بتونه به هم انرژی بده که این 1 ساعت رو ادامه بدم، مثل مریضی که یه آقای ایرانی بسیار بسیار گل دوست داشتنی که به من گفت شما مثل دخترمی. و امروز چند بار با خانوادهشون پای تلفن صحبت کردم. یه مرحله عصبانی شده بود از دست کارمندای آزمایشگاه، آرومش کردم. الان دارم میرم که شام بخورم، با انرژی برگردم که اون 1 ساعت آخر رو تموم کنم، مریضم منتقل کنم بیمارستان دیگه و بعد برم خونه. هوا بارونیه. ما همچنان به دنبال یه والنتیر میگردیم که بیاد ما رو با کاردکش از تخت جدا کنه. برو بگیر چوبت کو اینا حیونا با طبیعت و اینا خیلی انرژی میگیرم. سعی میکنم روزایی که تعطیل هستم مثل امروز صبح بلند شدم و اومدم که آماده بشم برای روزای شیفتای سخت کرونایی دوباره. و از همینجا به همه بچه‌ای که الان دارن که کادر پزشکی و بیمارستان کار میکنن شرایط سخت، حتما بهشون توصیه میکنم که یه فعالیتی، یه چیزی رو در نظر بگیرن که اون روزایی که تعطیل هستن، ساعت تعطیلی که دارن، بهشون انرژی بده که بتونن دوباره اون سختی کار رو تحمل کنن. و از همینجا بهشون خسته نباشید. ما هم خسته نباشید میگیم به کادر درمان هر جای دنیا که هستند. امروز روز آگاهی دهی در مورد سندرم خستگی مزمن است. این بیماری علائم مختلفی دارد که مشخص ترین آن، همانطور که از نامش پیداست، خستگی شدید است. سردرد، درد عضلات و ضربان قلب نامنظم هم میتواند دیگر نشانه های این بیماری مزمن باشد. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با افشین مفید، متخصص کایروپراکتیک که در آیداهوی آمریکا زندگی میکنه، و از او پرسیدم علائم سندرم خستگی مزمن چیست. ببینین، این یک سندرومی که خیلی پیچیده است و اولا اینکه خیلی تشخیصش مشکله در ابتدا، چون که چندین سیستم بدن رو این روش اثر میذاره. بنابراین اول کار، اگر که دکتری که پلوش یک مریض میره آشنایی نداشته باشه با این مرض، ممکنه که یه خورده گیج بشه و مدت زیادی طول بکشه که بتونن بفهمن که این چیه. ولی خستگی مزمن و موقعی که میگیم خستگی، منظورم نیست که مثل اینکه مثلا یه کسی یه خود کار کرده باشه حالا خسته شده، بعد مثلا یه ساعت دیگه حالش بهتر میشه پامش را میفته. یه خستگیه که
واقعا تمام وجود اون آدم رو میگیره، مثل یه باتری میمونه که دیگه تموم شده، اون باتری هیچ چیزی توش وجود نداره و حتی یه دوش گرفتن و حتی یه بلند شدن رفتن به دستشویی میتونه انقدر خستهشون بکنه که یه روز دوباره بخوابن تو تخت و نتونن حرکت بکنن. به غیر از خستگی، دردهای بدنی و سیستم هاضمه رو میتونه اثر بذاره روی سیستم مغزی و سیستم اینکه و اینکه بتونه یک کسی از نظر یاداوری و از نظر اینکه خیلی زود چیز یادشون میره. و بنابراین یک اگه بخوام برای شما اینا شرح بدم، یه چیز نباید بگم، یک سری مسائلی که پیش میاد برای این مریضا. علتش بیشتر روحی روانیه یا فیزیکیه؟ ببینین، این چیزی که میخواستم بگم و خوب شد که اینو گفتین، که این یه چیز روانی نیست. یعنی اینکه حالا کسایی که دارن گوش میکنن اینو در ایران، حتی دکترا نباید با این به حالت یک آدمی که حالت روانی داره برخورد بکنن، چون اون به کلی یه چیز دیگه است. یک تراما در زندگی، نه این تراما میتونه ترامای شیمیایی باشه مثل یه ویروس تو بدن، ترامای فیزیکی باشه و یا ترامای روحی. میتونه برای کسی که استعداد ژنتیکی اینو داره میتونه یه جرقه‌ای باشه که شروع کنه اینو، ولی نمیشه گفت که این یک چیز روانیه. اینو باید فهمید. و اینکه قبل از اینکه براتون شرح بدم، اینه که باید حرف اینا رو باور کرد، چون خیلی از این مریضا کسی حرفشون رو باور نمیکنه، خیال میکنن که مثلا دارن ادا از خودشون در میارن یا اینکه میخوان توجه جلب کنن، ولی این یه چیز واقعیه و افراد خانواده و دکترایی که اینا رو باشون میبینن، این باشون سر کله دارن، باید اینو باور کنن که اینا یک مسئله دارن که باید بهشون رسیدگی بشه. ولی اتفاقی که میفته اینجا، من باید براتون یه خوده شرح بدم راجع به تراما و استرس. استرس یه چیزیه که ما صدها هزار ساله که بدن انسان اینا رو تکامل پیدا کرده و برخوردش با استرس اینجوری بوده. در زمانهای خیلی خیلی قدیم، فرض کنیم 100,000 سال پیش که ما تو غار زندگی میکردیم، اگر یک شیری، یک پلنگی به شما حمله میکرد، ضربان قلب میرفت بالا، خون پخش میشد به دستها و پاها و به مغز که شما بتونید زنده بمونین در اون چند دقیقه، یا فرار کنین یا اینکه بجنگین. بهش میگن fight or flight یا جنگ و گریز. یه سیستم اتوماتیک تو بدن اتفاق میفته و این سیستم خب خوبه برای چند دقیقه، ولی در زندگی امروزی موقعی که شما به یک اتفاق، به یه چیزی برخورد میکنه یا حتی یه فکری، این سیستم دوباره شروع میکنه به کار کردن و همون کار رو دوباره میکنه. گمان که میبینیم مثلا تو کسایی که استرس دارن، فشار خونشون بالاست، دردهای بدنی دارن، عضلاتشون درد میکنه به خاطر اینه. و خوابشون هم همیشه خوب نیست، و این به خاطر اینکه بدن خیال میکنه که هنوز تو اون فرمه، هنوز تو اون fight or flight یا جنگ و گریزه، در صورتی که اینجوری نیست. حالا گفتم در اون چند دقیقه اوکیه، ولی در دراز مدت اگه بخواد یه همچین استرسی باقی بمونه و هر روز با این استرس باید سر و کله زد، به صورتی که و به شدتی که دارین شما با یک شیر، یک پلنگی داری میجنگی، این بدن و سیستم هورمونی بدن رو میریزه به هم و خستگی مزمن میاره. و تقریبا 99% مریضایی که به این کرونیک فاتیک سندرم و فایبرومیالجیا که اونم از همین خانواده است، همه اینا تو زندگیشون موقعی که این مرض شروع شده یک تراما داشتن، یا این تراما روحی بوده یا فیزیکی بوده یا اینکه شیمیایی. راه های درمانش چیه؟ راه های درمان، چند راه درمان داره. در اول باید بگم که درمان 100% ممکنه وجود نداشته باشه. بعضیا خوب میشن، بعضیا یک ذره خوب میشن و بعضیا اصلا ممکنه خوب نشن. دلیلش هم اینه که ما در واقع نمیدونیم چه اتفاقایی میفته تو مغز که اینو شروع میکنه، این مرض و شروعش رو در یک شخص به وجود میاره. و از راه خون، از راه اکس‌ری، از راه
هیچ تستی نیست که بتونیم ما اینو تشخیصش بدیم. بنابراین درمانش فقط باید یه کاری کرد که بتونی اینا رو شما باش زندگی بکنی. معمولا غذای اون آدم، معمولا از نظر استرس باید مواظب باشه که اون آدم به خودش فشار نیاره، از نظر ورزش کردن فشار زیادی نیاره، باید خودشو انرژی خودشو گفتم مثل یه باتری، باید بدونه چقدر تو این باتری انرژی وجود داره و بر اساس اون انرژی که اون آدم داره میتونه در عرض روز انرژیشو مصرف کنه یا نکنه یا استراحت کنه. ولی بسیار چیز پیچیده‌ایه و اگر که شما بگین درمانش چیه، من نمیتونم به شما الان میگم درمانش چیه، ولی یک چیزی که ما فهمیدیم اینه که سیستم عصبی بدن تو این 100% اثر داره و ستون فقرات مغز و اعصاب خیلی خیلی تو این مسئله درگیرن. و متشکرم آقای افشین مفید، ممنون از وقتی که به ما دادید. نازنین بنیادی بازیگر شناخته شده ایرانی بریتانیایی است که به ایفای نقش در فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده‌ای معروف است. اما او در سال‌های اخیر به فعالیت‌هایش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هم شناخته شده. او که عضو هیئت مدیره کمپین حقوق بشر در ایران و عضو سازمان عفو بین‌الملل ایالات متحده آمریکا هم هست، به تازگی در مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان در ایران در دوره بحران کرونا شده. نازنین بنیادی در این مقاله از جمله به ادامه حبس ایرانی‌های دو تابعیتی زندانی مانند سیامک نمازی و انوشه عاشوری اشاره کرده و همینطور نوشته که سمانه نوروز مرادی به زندان برگردانده شده. برخلاف قول مساعدت مقام‌های جمهوری اسلامی برای زندانیانی که خطری متوجه جامعه نمی‌کنند. نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر از لس آنجلس آمریکا به ما پیوسته. خانم بنیادی خوش آمدید به برنامه. ابتدا از مقاله‌ای که نوشتید شروع بکنیم. نگرانی شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در پی بحران کرونا، دقیقاً نگران چی هستید؟ راستش من بزرگ می‌شدم مادرم همیشه به من میگفت که تا زمانی که خودت برای خودت ارزش قائل نباشی هیچ کسی برات ارزش نخواهد بود. و برای من مهمترین چیز اینی که خشونت و بدرفتاری و فشار از داخل تو داخل ایران برای مردم ایران وجود نداشته باشه. تنها راهیه که ما میتونیم مطمئن باشیم که تو دنیا جای بهتری داشته باشیم و فشارهای بیرون از ایران هم کمتر شه. فکر میکنید که بحران کرونا چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران میتونه داشته باشه؟ راستش کرونا خب خیلی بدتر کرده جریانو، به خاطر اینکه وقتی که فشار اقتصادی اوردی هست، یه چیزی وجود داره داخل ایران و نقض حقوق بشر هست، همه اینا هست، همه این فشارها داخل ایران بود، 40 سال بیش از 40 سال الان وجود داره و 100% همونطور که تو کشورهای دیگه وضعیت بدتر شده به خاطر این پاندمیک، به خاطر این ویروس، 100% تو ایران هم این وضع بدتر شده. اگرم توپق میزنم معذرت میخوام، همونطوری که میدونیم 20 روزم بود از ایران خارج شدم، تا اونجایی که میتونم سعی خودم میکنم. ولی مهمترین چیز اینه که برای من که صدای مردم ایران به جهان برسه، به خاطر اینکه همونطوری که میدونین دولت ایران پاسخگو به مردم ایران نیست. در این صورت ما باید مطمئن باشیم که اونا صداشون به جهان برسه، چیزایی که احتیاج دارن به دستشون برسه، ولی مهمتر از اون اینه که اون نقض حقوق بشر داخل ایران پیش نیاد. خانم بنیادی، اول که فارسیتون خیلی عالی و گوشنوازه، ما که لذت میبریم. به عنوان کسی که سالهاست از ایران خارج شده و زندگی هنری بسیار پربار و شلوغی داره، علاقه شما به مسائل حقوق بشر ایران هم قابل توجهه و کارنامه حقوق بشری شما هم بسیار کارنامه پررنگیه. این علاقه به مسائل حقوق بشر ایران از کجا میاد؟ راستش من پدرم وقتی شبا میخوندم برام حافظ و فردوسی میخوند و با اینکه خیلی از داستانهایی که برام میگفت برام متوجه نمیشدم چی میگفت، ولی اون فرهنگ قسمتی از وجودمه. یعنی هیچ وقت میگن آدم میتونه یک شخص از ایران دور کنه، ولی ایرانو نمیتونه از قلب اون طرف خارج کنه. این اصطلاح در اصل امریکایی انگلیسیه ولی من ترجمه کردم به فارسی، ولی این همچین حالتی برای من داره. یعنی من وقتی که البته 12-13 سالم بود برای 2 ماه رفتم تهران، شمال ایران، مشهد، و یه آشنایی با فرهنگ داخل ایران دارم از اون نظر. در ضمنم
مدام در تماسم با فامیلای داخل ایران، با دوستان، و یه وابستگی نگه داشتم، نمیتونم توضیح بدم، ولی واقعا دلم برای مردم ایران میتپه. مشخصا درباره زندانی های دو تابعیتی هم در مقالتون نوشتین و خیلی فعال هستین. درباره اون بخش از مقاله یک ذره توضیح بدین که نگرانیتون درباره زندانی های دو تابعیتی چیه؟ برای من خیلی مهمه که بازیچه جریان سیاسی کسی قرار نگیره. وقتی که دوستان نازنین زاغری رو میبینم که الان 5 ساله تو زندانه، تو اوینه، و گابریالا اون موقع مثل اینکه 18 ماهش بود که از دست مادرش گرفته شد و با مادر بزرگ پدر بزرگش داخل ایران چندین سال بزرگ شد، وقتی مادرش نازنین توی زندان اوین بود، به جرم جاسوسی، به جرم چیزی نبود که حقیقت داشته باشه. من آقای ریچارد رادکلیف رو میشناسم، شوهر خانم نازنین زاغری رو، و این خانواده واقعا ظلم بزرگی بهشون رسیده. و همچنین سیامک نمازی که ایرانی و امریکایی هستن، انوشه آشوری، کایلی موگلوود که فقط استرالیایی هستن، ایرانی اصلا نیستن، که خیلی وضعیتشون خرابه، وضعیتشون بده، و و و آرس امیری، خیلی زیادن، تعدادشون زیاده. و برای من خیلی مهمه که اینا آزاد شدن، به خاطر اینکه واقعا بازیچه سیاست مدارا شدن و هیچ کسی نباید تو این شرایط قرار بگیره. درست میفرمایید. خانم بنیادی، در نهایت جهان درگیر بحران کرونا است، از جمله آمریکا، و میدونم که شما هم هفته هاست که در قرنطینه هستین. در پایان به ما بگین که روزهای قرنطینه رو چطور گذروندین و چه پیش بینی میکنین درباره دنیای بعد از کرونا؟ فکر نمیکنم به زودی برگردم متاسفانه به حالت معمول، ولی به اونی که عادت داریم به هر حال. من میتونم بگم که خودمون تو هالیوود خب ضربه بزرگی رسیده، همینطور هم به همه ضربه رسیده، ولی خب ما هیچ معلوم نیستش که مثلا کی دوباره بریم فیلمسازی شروع شه و پروداکشن شروع شه، و خب ما توی شرایط بهتری هستیم. شخصا من خب توی شرایط بهتری هستم از اکثریت مردم تو دنیا، برای همین نمیتونم اصلا تجسم کنم که بقیه دارن چی میکشن، چون فقط این نیستش که کارش آدم دست بده، اون روحیه که آدم میشینه تو خونه و نمیدونه واقعا وقتش چی کار کنه. من حالا خوششانسم برای که میتونم به فعالیت‌های حقوق بشرم ادامه بدم و یه مقدار خودم رو سرگرم نگه دارم، ولی به هر حال میدونم که برای مردم خیلی این مشکل بزرگی بوده که وقتشون رو چجوری بگذرونن و از دوستاشون، آشناهاشون، فامیلاشون دور باشن. من پدرم الان لندنه، هی پیش خودم فکر میکنم کی میتونم سوار هواپیما بشم و برم ببینمشون، برای اینکه سنی دارن و میخوام مطمئن باشم بتونم ببینمشون و تنها هستن، و خب اینا مسئله که هممون باهاش در طرفیم. متشکرم نازنین بنیادی، امیدوارم که به زودی بتونید با پدرتون تجدید دیدار کنید. ممنون از وقتی که به برنامه 60 دقیقه دادید. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر با ما. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو همیشه میتونید در وبسایت BBC فارسی و همچنین در یوتیوب دوباره تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.